بسم الله الرحمن الرحیم محور بحث ما در این جلسات عبارت است بررسی جایگاه اسلام از منظر تورات و انجیل و زبور و قرآن به عبارت دیگر اسلام از منظر کتابهای آسمانی در جلسه قبل عرض کردیم انبیای بزرگ پنجگانه جز اسلام بقیه حکومت و دعوت جهانی نداشتند داعیه دعوت کل بشر را نداشتند در این جلسه عرض می‌کنیم طبق تورات انبیای 48 گانه بنی اسرائیلی که نوادگان حضرت ابراهیم بودند از طریق اسحاق فرزندان اسحاق بودند و یعقوب این اکثریت انبیا درست است از بنی اسرائیل بوده این قبوله اسلام 100% محترمانه قبول داره ظاهرا 25 اسم از انبیای بنی اسرائیل در قرآن داریم بعد فرموده دیگران هم هست همه محترمه قبلا عرض کردیم انبیای بنی اسرائیل در حدی محترمه در اسلام احدی حق نداره انگشت بذاره روی اسامی انبیای بنی اسرائیل که در قرآن آمده مگر اینکه وضو بگیره اما بعد از آنی که انبیای بنی اسرائیل رفتن و پیغمبر اسلام را به صراحت با نام و نشان معرفی کرده بودند حتی در صحیفه حضرت هوشع نه حضرت یوشع تکرار میکنم حضرت هوشع ظاهرا باب 15 در کتابم آوردم اسم شریف پیغمبر به عنوان محمد آمده در ترجمه ها برداشتن پس طبق کتب انبیای سابق اسم پیغمبر اسلام آمده بود اما آقایان یهودیان وقتی که پیغمبر اسلام مبعوث شد دیدن انبیای اونها دیگر حضور ندارند از نبوت بنی اسرائیل نجات پرستی تفسیر کردند. به عبارت دیگر وقتی یهودیان دیدند کتاب آسمانیشون تحریف شده هیچ یکی از کتابهای آسمانیشون سالم نمونده مگر بخش اعظمی رفته در این زمینه بنده کتابی نوشتم درصد تحریف کی تحریف شده کجا پیدا شده حلقه یا کی هست کجا پیدا کردیم بحثی است بحث نمی کنیم اما عرض می کنیم یهودیان دیدن انبیاشون حضور نداره از اون طرف هم کتابهاشون تحریف شده اما کتاب جدید دست نخورده نازل شده اما از بنی اسرائیل نیست شروع کردن به دنیا این مفهوم را القا کنن چون ما یهودیان دارای 28 پیغمبریم پس خداوند ما را انتخاب کرده ما نژاد برتریم این هم قرآن مسلمین یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین در حالی که قرآن فرموده انبیا را انتخاب کردم به خاطر تقوای این انبیا از اولاد ابراهیم و اسحاق هستند چون متقی هستند پاک دامن هستند شما را بر دیگران برتری دادم اما نه در تورات نه در انجیل نه در زبور و نه در قرآن چون این آیه ای نیست که نژاد بنی اسرائیل نسبت به دیگران برتر باشه همین امر باعث شد آقایان یهودیان از دین نجات پرستی فهمیدن آمدن گفتن این قسمت از عالم مال ما فقط هست فقط یهودیان می توانند در اسرائیل ساکن بشن ارض مقدس ملت مقدس قرآن نازل شد دقت بفرمایید به این نکته قرآن نازل شد 136 بار از موسی علیه السلام نام برد به اندازه بخش اعظم انبیا تنها از موسی اسم برد برای چی؟ اعلام کرد بنی اسرائیل چون کرامتی که داشتن هرچی بود مربوط به انبیا بنی اسرائیل بود
همه از دست رفته، یهودیان حسادت میکنن، زیر سایه حسادت حاضرن به هر کاری دست بزنن اما ثابت کنن نژاد برتر آنن. قرآن عکسش عمل کرد. قرآن فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر انسانی از هر نژادی، سیاهی، سفیدی، سرخی، هر جای عالم تقوا داره برتره. یهودیان گفتن هر کس از نژاد بنی اسرائیل برتره. لذا نقطه مقابل اسلام یهودیان استادن. اسلام پیامی داد، امروز کل بشر دنبالشون این پیامی هن. فرمود من اسلام مخاطبم در قرآن ناسه، نه بنی اسرائیل. کل تورات، کل انجیل، کل زبور مخاطبش یا بنی اسرائیله. کل قرآن مخاطبش یا ایها الناسه. قرآن اعلام فرمود کل بشر مخاطب منه، نژادی ملاک نیست، رنگی مطرح نیست. بنابراین در دنیای امروز اسرائیل به این دلیل مقابل قرآن دو دعوت متضاده. یهودیان از زیادی انبیایشون نژاد استنباط کردن، نژاد برتر داشتن رو گفتن که آقا ما 48 پیغمبر داریم پس نژاد برتریم. اسلام از قرآن تقوا را ملاک بزرگی دانست، هر کس پاک دامنه بزرگه. اونها گفتن هر کی اسرائیلی بزرگه. لذا جنگ یهود با اسلام است، نه جنگ اسلام با یهود. اصلا در اسلام برنامه جنگی نیست، برنامه جنگی اگر هست به معنای دفاعه. بنابراین امروز در دنیا بدترین خشونت نجات پرستیه از اسرائیله. اگر داعش امروز خشنه، ارث اسرائیلیه. اسرائیلی ها بنده جمع کردم، در جلسه قبل اشاره کردم، در تفاسیر اهل سنت در حدی نفوذ کردن، گاهی آمار را بردیم 98 رأی در تفسیر قرآن آمده. مالک ابوالاحبار یهودیه، عبدالله بن سلام یهودیه، وهب بن منبه مسیحیه، تمیم داری مسیحیه، محمد بن کعب قرظی یهودیه. اینها نفوذ کردن، شاخه از مسلمین را از راه منحرف کردن، امروز شدن وهابی، شاخه نظامیشون داعش. پس بینندگان عزیز، مؤمنین یهود، مؤمنین نصارا، اسلام یا ایها الناس به همه نظر واحد داره، همه را یکی میداند. پیغمبر فرموده انسانها نسبت به خدا مانند دانه های شونه هستند، مساوی هستند. بنابراین اگر خشونت میبینید از جوهره اسلام نیست، برداشتی است. آقایان وهابیون شاخه انحرافی از مسلمین هستند که تحت تأثیر اون یهودیانی بود که نام بردن. اینها از اسلام یک تفسیر خشن، نجات پرستانه، بدبینانه، کشتن انسان را، همونطور که آقایان صهیونیست‌ها میگن اگر یک نفر، پروتکل های صهیون اینطوری آورده، چاه افتاد یهودی نبود یه سنگ دیگر هم تو بینداز. این پروتکل های صهیون دیگه. اسلام گفته نجات بده. آقایان داعشی ها چون این نظری دارن، آقا چرا میکشی فلانی را؟ مثل ما فکر کن، مثل ما زندگی کن، مثل ما عمل کن. اسلام گفته است، اسلام یک چهارچوبی داره، یا در قرآن یا در سنت پیغمبر، بیرون از اون اسلام نیست. اما وهابیون و شاخه نظامی اونها داعش، سرمایه اصلیشون روایات عبدالسلام یا عبدالله بن سلام یهودیه، تمیم داری مسیحیه، محمد بن کعب قرظی یهودیه، آقای زید بن ثابت یهودیه، الی ماشاءالله. پس بنابراین عرضم اینجا تمام شد. اسلام پیام رحمته، نقطه مقابل نجات پرستیه. اگر خشونتی در اسلام میبینید، ارسیست انحرافیون از اهل کتاب نفوذی منافق گرفته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.